رهبران مسلمان و یهودی در بیانیه مشترکی از دادگاه عدالت اروپایی درخواست کردند تا حکمی را علیه قوانین ممنوعیت ذبح مذهبی در بلژیک صادر کند. ممنوعیت ذبح مذهبی در ژانویه سال 2019 میلادی در بلژیک اجرایی شد و بر اساس آن ذبح کشر یهودیان و ذبح حلال مسلمانان ممنوع شد. بسیاری این اقدام را تلاش برای بهحاشیه راندن اقلیت‌های مذهبی میدانند به همین دلیل خاخام پینچاس گلدشمیت رئیس کنفرانس خاخامهای اروپایی و محمد بن عبدالكریم علیسا، رئیس سازمان علمای مسلمان در بیانیه مشترکی خطاب به دادگاه عدالت اروپایی تاکید کردند که قوانین زب از اصول اساسی دینهای یهودیت و اسلام هستند در این بیانیه آمده است در سراسر تاریخ ممنوعیت ها علیه ذبح مذهبی حیوانات به عنوان ابزاری برای تلاش در راستای به راندن و منزوی کردن گروه های مذهبی مورد استفاده قرار گرفته است این رهبران مذهبی افزودند امروز مسلمانان به طور فضاینده هدف چنین قوانینی قرار گرفتند در این بیانیه آمده است این ممنوعیت ها اصول اساسی آنچه اروپایی ها باید از آن حمایت کنند را نقض می کنند. این بیانیه همچنین تاکید کرده در حالی که ادعا می شود آزادی مذهب یکی از حقوق اساسی در سراسر اروپا است اما این ادعا بدون اجازه برگزاری مناسک مذهبی برای گروه های مذهبی هیچ معنایی ندارد.